آقا مرداد شما از چه ساعتی اومدین اینجا؟ حدود ساعت 12. خب با توجه به اینکه ستاد کرونا اعلام کرده که امروز ورود اصلا به پارک ها و بستان ها ممنوع هست، شما اجازه ورود داشتین؟ والا قسمت پارک اون بره، ما از این بر اومدیم، ورودی پارک بسته بود، منظرمون هم همینجاست، داخل پارک را ندادن، همین بغل اومدیم نشستیم. یعنی چون که خونتون نزدیک هست اجازه دارین میتونین وارد بشین؟ نه اجازه که نداریم، ما قانون شکنی کردیم. مدل نشستن، حالا اینی که گفته میشه که باید فاصله اجتماعی رعایت بشه، کسایی که همراهتون هستن این فاصله رعایت میکنن و پروتکل ها رو؟ الحمدلله که خودتون مشاهده میکنید نه. چی شد تصمیم گرفتین امروز بیاین بیرون؟ والا کل عید و ما منزل بودیم، بعد متاسفانه کل خانواده هم از قبل از عید دچار کرونا شدن و دیگه ما کلن 21 روزمون تموم شده بود، تصمیم گرفتیم امروز بیاین بیرون دیگه، چون خوب شدن یه هوایی بخورن. چی شد تصمیم گرفتین امروز بیاین بیرون؟ خب روز طبیعت همه میان بیرون دیگه، واسه همین اومدیم. ولی نمیشه موند خونه که. خب چرا؟ حال میده خب 13 روزه دیگه. خب کرونا چی؟ والا من ندیدم کسی بگیره، اصلا اعتقادم نره. به نام خدا. 13 به در از قدیم که گفتن 13 روز نعسیه، به نوبت مردم خلاصه میان بیرون 13 شون رو به در کنن که روز نعسی خارج بشه، به در بشه. ولی با توجه به این کرونایی که ملحوظ که هستش الان درست نیستش اومدم، ولی حالا که ما اومدیم من و همسرم فقط به خاطر اینکه خونمون همین روبروه، وگرنه پیاده اومدیم از خونمون منزلمون اومدیم یه دوری زدیم، یه هوای استنشاق کردیم، دور از کرونا باشه انشالله و داریم مرخص میشیم. همش به اندازه یک ساعت اومدیم. تو مسیر افراد زیادی رو دیدیم، چون خونمون اینجا بود اومدیم پایین مثلا یه دوری بزنیم ببینیم چه خبره، همین دیگه. خب ستاد کرونا اعلام کرده که امروز مردم تا حد امکان بیرون نیان،
شما چرا بیرون اومدین؟ دیگه تو خونه حوصله‌مون سر می‌رفت، بیرون اومدیم بچرخیم، هوایی بخوریم، هوای مثلا آزاد بهتره، خطر کمتری داره. چی شد تصمیم گرفتین امروز بیایم بیرون؟ ما هر روز میایم بیرون، خونمون اینجاست و میایم برای دور زدن، تفریح کردن، هوا خوردن، اکسیژن گرفتن. چون آدم بمونه خونه افسردگی میگیره، بیماری روانی میگیره، بدتر از کروناست. و فکر میکنم چون با بچه‌هامونم اومدیم دیگه، با مادرم و خانمم، دخترم، پسرم، ما هر روز با هم داریم زندگی میکنیم زیر یک سقف. اگر قرار باشه اسخای میکنم با هم بیرون هم نیم، واقعا خنده داره. اینکه دو سال، حالا من نمیگم مقصر دولت ماست، اصلا یه اتفاق جهانی افتاده، ولی اینکه بیایم بگیم دو سال از خونه تکون نخورید، دو سال نفس نکشید، دو سال فلان نکن، آره. اینکه مردم جمع بشن فامیل دور یک سفره تو 13 به در روز طبیعت و اینا حرف درستیه، ولی با خانواده‌ات برو هوا بخور. من یکی حال بچه‌هام بد شده بود در این دو سال، نمیگم امروز اومدیم که حالم خوب بشه، ولی چند ماه تصمیم گرفتم همیشه بریم دور بزنیم.